بله، باید خدمتون بگم که در این روزهای بهاری که بیشتر تو این سه هفته صحبت کردیم، somehow دوست داریم که گری از مشکل شما باز بشه. حالا به چه صورتی باز بشه، حالا اون بستگی داره که چطور با میهمانامون صحبت بکنیم و میهمانانی انتخاب کنیم که در این روزها با شما باشن. و چیز اساسی که هست، بعضی اوقات ما خب تو برنامه‌مون صحبت میکنیم با متخصصین، با کسایی که اهل شعر هستن، اهل ادب هستن، اهل هنر هستن. یکی از افرادی که تقریبا یه مقدار بیش از یه ماه پیش صحبت کردیم باشون، شما دوستان تماس داشتید و خواستید بیشتر بدونید و حتی کسایی که شماره دستی من نداشتن رفتن پارتی بازی کردن، از این اون سوال کردن و شماره من رو پیدا کردن و با من تماس گرفتن و درباره این هموطن گرامی که در این برنامه خواست که شما رو آگاه تر کنه صحبت کردید. منم در اون موقع گفتم اگر آسون ترین نشینه برای کسایی که میدونن یا کسایی که اهل کامپیوتر نیستن، از کسایی که اهل کامپیوتر هستن بپرسن، فقط کافیه که بگید دکتر رضا شیرازی. اگر این تو کامپیوتر بزنید همه چی بقیه دیگه آسون میشه. خیلی خوشحالم که آقای دکتر رضا شیرازی به جمع ما پیوستن. خیلی خوش آمدید. خیلی متشکر. عید شما، عید بینندگان مبارک باشه. خیلی ممنون و متشکر. آقای دکتر، با صحبتایی که دفعات پیش با هم کردیم یا امشب با دوستان از سازمان پاکی کردیم، چون یه موضوعی هست، موضوع بیماری سرطانه که خانم صدلر به شیرینی چند بار صحبتش کردن که باید مردم رو آگاه بکنیم، بدونن دیگه جای قایم کردن نیست، صحبت بکنیم و آگاه تر بشن. و با صحبت هایی که دفعه پیش شما کردید که میدونم شما دفترتون در سان دیگو است، الان این روز مخصوصا که مثلا که همه امروز ریخته بودن تو فری وی، سه ساعت و نیم طول کشید که بیان اینجا و من خوشحالم که میتونیم در خدمتتون باشیم. و من خواهش کردم از خانم صدلر که هم سابقه کاری دارن با Persian American Cancer Institute و خودشون هم بیماری داشتن، و همچنین آقای پیمان تاشکندی که ایشون هم با امید خدا به زودی به جمع شما میپیوندن، پریمت میخونن، که با ما باشن امروز که بیشتر با هم صحبت بکنیم. یکی این که خیلی به من تماس گرفته شده که اینه بگیم الان این وسائلی که شما فرمودید که خیلی احتیاج هست، latest facilities، الان در همه جای دنیا نیست. اینطور دکتر شما شرکت درسته دارماری. تعدادش معدوده. بله، تو غرب آمریکا که این دستگاه اختراع شده یه چیزی حدود 10 تا 15 تا از بالا تا پایین غرب آمریکا هست که دو تا الان تو سان دیگو سنتر ماست، سایبرنایف سنترز آف سان دیگو. دستگاه خوبیه، به درد همه نمیخوره، به درد همه مریضی ها نمیخوره و مثل هر چیز دیگه به قول آمریکایی‌ها the devil is in the detail و هر سرطانی یه جور نیست، فرق میکنه با هم دیگه و تعدادی هستن که بتونن از این دستگاه استفاده بکنن و تا اونجایی که ما بتونیم خوشحال میشیم در خدمت مردم باشیم یا راهنماییشون کنیم که چجوری برن. و خوشبختانه در چند هفته گذشته همونجوری که میدونین مردم تماس گرفتن و خیلی خوشحالم که تونستم تعداد خیلی زیادی رو تا یه حدی که در حد خودم هست بهشون راهنمایی کنم چه راهی پیش برن و کمکشون کنم. بله آقای دکتر، یه چیزی که اون دفعه صحبت کردیم که من در مغزم مونده اینه که فرمودید یه کسی اگر مبتلا به بیماری هست در هر نقطه آمریکا یا در نقطه جهان هست، میتونه با تماسی که بگیره بیاد و
در با قرار قبلی در شهر زیبای سان دیگو با فامیل بیاد و یه مدتی در اونجا باشه و تریت بشه و بعد دوباره بره به کارش برسه و شاید بیاد در اینجا اگه اهل گالف باشه که چه بهتر، بهتری زمینای گالف در اونجا هست. اینطور هست دقیقا. مثلا برای مثال قبل از برنامه با دکتر سدلر صحبت میکردیم در مورد مریض پروستیت کانسر، که مریضه که میانه مریض دارم از کالورادو داره میاد اینجا، با یورولوژیستش تو کالورادو صحبت میکنم، میگم که ایشون تصمیم گرفتن سایبر نایف بگیرن، رکوردش رو میفرستن، نگاه میکنم میبینم اگه کاندیده خوبی هستن برای این مسئله یا نه. تو پروستاتشون باید گولد سید بذاریم، گولد سیدا رو همونجا میذارن تو پروستاتشون، تشریف میارن اینجا، کت اسکن و اینا رو میگیریم، در حدود یه هفته قشنگ هم تریت میشن هم اسکنا رو گرفتیم، برنامه‌شون رو صبح میان رادییشنش رو میگیرن، بعد گلفشون رو بازی میکنن یا میرن دلمار هورس ریس تریک هورس ریس تماشا میکنن، بعدش میان روز بعد. خوبیش اینه که این تریتمنت واقعا سرپایی، خون ریزی نداره، بیهوشی احتیاج نداره و در اکثر مواقع مریض میتونه برگرده به اون کارهایی که در روز انجام میداده و کارهایی که باید میکرده. مثلا میتونه بعد از ظهر برگرده، اگه بنکره یا کار وکیله، میتونه بعد از ظهر برگرده لس آنجلس و حتی آفیسشو داشته باشه. بعد حالا داشتیم قبل از اینکه با شما صحبت کنیم با دوستان در پاکی صحبت میکردیم، فقط خدمت دوستان که برنامه رو قبلا دیدن میدونن که خانم هوری سادلر که یه همچین کاری رو در پیش گرفته و فکرش هم خیلی خوبه که با جوانترها کار میکنه و میخواد آگاهی بده و الان صحبتهایی هم که میکردن که هفته آینده در UCLA برنامه مد دارن در اپریل 12 اپریل و این کارشون خیلی موفق بوده، صحبت از این بود که نه تنها یک همچین برنامه هست، یک گدرینگی هست، هی دربارش صحبت میشه، در رسانه‌های همگانی صحبت میشه، مردم آگاهیشون بیشتر میشه در این باره و کاری که البته ایشون هم یه سوالی دارن یا صحبتی دارن که من تمنا میکنم چون شما اتفاقا الان اگه اجازه بدین تا من یادم نرفته because I have a chemo brain، اگر همین وقت نگم یادم میره، که میدونم خیلی از شنوندگان الان که شما رو دارن گوش میکنن این سوالو دارن، من به جای اونو از شما سوال میکنم. مسئله پروستیت، میدونیم که این چقدر روز به روز بیشتر داره میشه و متاسفانه یه چیزی هم هست که مثل سرطانهای دیگه که خانم‌ها دوست، مخصوصا سرطان پستان که خانم‌ها دوست ندارن صحبتشو بکنن، آقایون هم زیاد مایل نیستن که راجع به این موضوع صحبت بکنن، در حالی که یک کانسری هست که خیلی خوب میشه پیشگیریشو کرد، پیشگیری به موقع، زندگی دوباره، و وقتی هم که بهش مبتلا میشن ریت الان مخصوصا با این دستگاهی که شما داری صحبت میکنی با سایبر نایف، ریت سوایورش خیلی زیاده. من خیلی بدجوری دنبال شما میگشتم کجا ببین گیرتون فرار نمیتونی، به خاطر اینی که جالبیش همینه که شما میگی صبح میتونه با سوتش با بریف کیسش بیاد بشینه این تریتمنت رو بگیره، دوباره بشین تو ماشینش باشه بره. تنها چیزی که تا اونجایی که من میدونم، البته در مقابل آقای دکتر نباید صحبت بکنم، یه خستگی هم چیزی یا خوشایندی به تنش نمیمونه و من خودم چون ریدیشن گرفتم با یک دونه چای خیلی خیلی خوب این خستگی میره.